خب دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیارانم. اجازه بدید که در قلباب بکنیم میریم به سراغ چی؟ به سراغ دوست دانشمند آقای دکتر علی نیری، آقای درخشان، امیر درخشان هم که برنامه رو اداره میکنن. دکتر نیری عزیز درود بر شما. درود به شما جناب آقای میبودی و بینندگان گرامیتون و با سپاس فراوان از آقای حمید درخشان که مدیریت فنی این برنامه رو به عهده دارن. خوشحالم مجددا شما رو میبینم و به تو تبریک میگم. فیلم انتخابی شما در لندن هم با موفقیت فوق‌العاده روبرو شد. خود آقای استیون هاپکینگ هم حضور داشت. این جالب. خود هاپکینگ هم حضور داشتش و در فیسبوک خودش هم نوشت که بسیار بسیار هیجان انگیز بوده این شبی که اونجا بوده و خیلی خوشحاله که این فیلم چندین جایزه گرفت، ولی از همه مهمتر این که آقای ادی ردمین که نقش استیون هاکینگ رو بازی میکنه جایزه بهترین هنرپیشه مرد بفتا رو که معادل اسکار انگلستان هست رو برده. امیدوارم دو هفته دیگر در مراسم اسکار هم چون البته اسکار هم سیاسی بازی های خود شده داره، امیدوارم که در اونجا هم آقای ادی ردمین این جایزه رو ببره. من در سال گذشته آقای میبودی فیلم های زیادی رو دیدم خوشبختانه و فیلم های خوبی هم بودن، اما تنها کسی که فکر میکنم خیلی نزدیک به اینشون شد کسی بود که نقش یک دانشمند دیگه، یک ریاضیدان بزرگ و در واقع میشه گفت که پدر کامپیوترهای نوین رو بازی میکرد، یعنی آلن تورینگ که به علت همجنسگرا بودنش نهایتا متاسفانه خودکشی میکنه. او در واقع راهی رو باز کرد که امروزه تمام ماشینهای محاسبه و کامپیوترها دارن کار میکنن. کسی هم که نقش ایشون رو بازی میکرد خیلی نقش رو به عالی و به غایت خوب بازی کرد. اسم فیلم هست The Imitation Game یا بازی تقلید، که در واقع تقلید از هوش انسانی. اون هم خیلی خوب بود، ولی به هر صورت همچنان مورد علاقه ترین فیلم برای من البته فیلمی است که مربوط به نگره فراگیر یا نظریه فراگیر که مربوط به زندگی استیون هاکینگ میشه. خود شما وقتی اولین بار او رو دیدید استیون چه اثر رو خود شما گذاشت؟ خب من استیون هاکینگ رو از زمانی که دانش آموز دبیرستان بودم میشناختم و بعد در دوران دانشجوییم به شخصیت علمیش بدون اینکه واقعا آگاهی های کافی رو در مورد کار علمی او داشته باشم ولی علاقه من شده بودم و به اراده پولادین این مرد که علارغم همه مشکلات فیزیکی که برایش وجود داره این چنین کارهای درخشانی رو در فیزیک انجام داده. و خب بعدها که در سالهای بالاتر دانشگاه بودم و نهایتا در دوره تحصیلات تکمیلی یعنی دوره پس از دوره لیسانس هم خیلی بیشتر با کارهای علمی هاکینگ آشنا شدم و بالاخره تا زمانی که دیدمش و متوجه اهمیت کار او و اینکه چقدر به پیشرفت علم فیزیک کمک کرده شدم. اما از اون برای من بالاتر مهمتر این بود که محاسباتی که هاکینگ انجام داده بسیار محاسبه های سختیه و برای خود من تصور این که آدم میتونه این محاسبات رو در اون که قادر نیست قلم و کاغذ دستش بگیره، ما فیزیکدان های نظری کارمون با قلم و کاغذه، محاسبات رو روی کاغذ انجام میدیم، اشتباه میکنیم، خط میزنیم، درست میکنیم. این که این آدم همه این محاسبات بسیار بسیار مشکل، بسیار بسیار سخت رو در ذهن خودش انجام میداده و بعد به رشته تحریر در میورده توسط اون کامپیوتر خاصی که براش طراحی شده بوده، واقعا به نظر من یکی از شگفتی های کل نسل بشر به عجب جالب. این قدرت پنهانی که دارن و میتونن ازش استفاده کنن رو نشون میده. خب اینکه ایشون یه چهره شاخصی در علم امروز روز و ازش به عنوان جانشین گالیلو و انیشتین رو یاد میکنن، چطور جایزه نوبل ندادن بهش؟ خب پرسش بسیار خوبیه آقای میبودی عزیز. برای اینکه جایزه نوبل یک شرایطی رو داراست و اون این هم هست که نظریه شما باید از لحاظ
مشاهده و تجربه و آزمایش مورد تایید قرار بگیره. یکی فرض کنین از نظریات مهم هاکینگ که هاکینگ بهش شناخته شده، نظریه به اصطلاح این نظریه، من حالا واژه فارسیش یه دفعه از ذهنم رفت، نظریه ایست که در واقع مبتنی بر این هست که سیاه‌چال‌ها جاودان نخواهند بود، میرا هستند در واقع، میرندن مردادن، نه امرداد به اصطلاح. متوجه. و این چیزی بود که تا به اون موقع ما فکرشو نمیکردیم، فکر میکردیم که سیاه‌چال‌ها جاودانه خواهند بود و میرایی نخواهند داشت و در اونها اضمحلالی رخ نخواهد. نشون داد که سیاه‌چال‌ها هم جاودانه نخواهند بود و نهایتا با ترکیب فیزیک کوانتومی و نظریه نسبیت عام اینشتین نتیجه رو به دست آورد که نشون میداد که سیاه‌چال‌ها هم نهایتا جرمشون تبدیل به انرژی تابشی میشه بر اساس ملاحظاتی که در هر دو نظریه مهم نسبیت عام اینشتین و فیزیک کوانتومی وجود داره، و نهایتا سیاه‌چال‌ها هم در واقع تبخیر میشن و از بین میرن. بنابراین یکی از پیشبینی هایی که او کرد این بودش که یک تابشی، یک تشعشعی، یک رادیشنی از سیاه‌چال‌ها به وجود خواهد آمد که ما باید اونها رو ببینیم. سیاه‌چال‌ها زمانی تبخیر میشن که باید در واقع هر چقدر جرم سیاه‌چاله کمتر باشه این تبخیر قابل ملاحظه تره، برای اینکه طول عمر سیاه‌چاله ها بستگی به جرمشون داره. سیاه‌چاله هایی که فرض کنید از نوع سیاه‌چاله هایی که در مرکز کهکشان ما هستن، شاید دو برابر سن عالم بهشون باید وقت بدیم تا دچار این اصطلاحا تبخیر کوانتومی بشن و بشه تابش سیاه‌چاله ها رو ازشون مشاهده کرد. اما اگر سیاه‌چاله هایی در بدو پیدایش عالم، ما اصطلاحا به اینها میگیم مینی بلک هولز، ریز سیاه‌چاله، مینی سیاه‌چاله هایی هنوز باقی مونده باشن و اونها مشغول تابش باشن، باید بتونیم که اون تابش رو مشاهده بکنیم. تا به امروز موفق نشدیم این تابش رو در کیهان ببینیم، گرچه تابش هاکینگ در آزمایشگاه با امواج صوتی یک جوری مشاهده شده. به هر حال این جزء قوانین نانوشته نوبل هست که شما نظریتون حتما باید به تایید آزمایش رسیده باشه و چون تا به حال نرسیده، یک شخص شاخصی مثل هاکینگ هنوز نتونسته این جایزه رو ببره. سه سال پیش یک میلیاردر، یک بیلیونر روسی که مشغول گرفتن دکترای فیزیکش بود و با سرمایه گذاری که در فیسبوک کرد بیلیونر شد و فیزیک رو رها کرد و امروزه یک سرمایه‌دار بزرگه، تصمیم گرفت که سالی 3 میلیون دلار به فیزیکدانان برجسته دنیا که به علت اینی که هنوز تئوری‌هاشون به لحاظ تجربی و از نظر آزمایشی به اثبات نرسیده، سالی 3 میلیون دلار به 3 نفر، البته سال اول ایشون به 9 نفر داد، یعنی 27 میلیون دلار در واقع هدیه داد به کسانی که در پیشگامان علم فیزیک بودن و یکی از اونها استیون هاکینگ بود. جالبه آقای دکتر نیری، وقتی کشفی صورت میگیره یا یه تئوری کیهانی روی میز قرار میگیره، خب همه ما میدونیم که امروز خود علم صاحبی امپراتوری جهانی است. میخوام ببینم بر پایه چه اجماعی این نظریه یا این کشف پذیرفته میشه یا رد میشه. سوال بسیار خوبیه آقای میبودی عزیز. یکی از به نظر من زیبایی های علم در این هست که شما هر چقدر هم آدم بزرگی در علم باشین، هر چقدر وابسته به یک سازمان یا نهاد بزرگ علمی باشین، وقتی که با نظریه بیرون میایین، حالا این نظریه در هر شاخه از علم میتونه باشه، حالا به طور ویژه در مورد علوم دقیقه اگه بخوایم صحبت کنیم، یعنی فیزیک، شیمی و زیست شناسی، شما هر نظری که میدید لازم هست که شما از این نظریه دفاع کنید. حتی یک کسی مثل اینشتین 22 سال طول کشید تا نظریهش
مورد تایید اجتماع و اجماع علمی قرار بگیره. بنابراین اصلا در علم اهمیتی نداره که شما چه کسی هستین و شما از چه نهادی دارید این تئوری رو میدید. تا زمانی که تئوری شما، یعنی سخت ترین قسمت کار این هست که تئوری شما مستقل از اینی که حتی آزمایشی اون رو تایید بکنه یا نکنه، حتی به علت اینی که ببینیم دارای قوام ریاضی هست، سازگاری درونی در خود اون نظریه علمی وجود داره، لازم هست که شما اجماع علمی پشت سرتون باشه. بنابراین هر از گاهی میگن فلان دانشمندی چنین ادعایی رو کرده، اصلا در واقع این به این معنا نیستش که شما بتونید این رو مقایسه بکنید با شرایطی که یه کسی یه حرفی رو میزنه و هر چه قدم حالا اون آدم معتبر باشه و بلافاصله مورد پذیرش اجتماع قرار بگیره. در علم اینجوری نیست و در علم در واقع شما بلافاصله مورد یک نقد بسیار بسیار جدی بسیار جدی قرار میگیرید. و میخوام بگم در علم رحم به شما نمی کنن. میخواید شما آلبرت اینشتین باشید یا فرض کنید که آقای استیون هاکینگ باشین، فرقی نمی کنه. شما باید از این اجماع علمی تاییدیه بگیرید و اگر تاییدیه نگیرید همچنان نظر شما رد میشه. خب مرکز این اجماع علمی کجاست؟ اینا چیا هستند؟ این اجماع تعیید... مرکز خاصی نداره. در واقع فیزیکدانان دنیا در هر شاخه‌ای وقتی که سعی میکنن که در اون فرض کنید کنفرانس های سالانه‌ای که دارن، در ژورنال هایی که مورد اعتبار فیزیکدان ها هست و اصطلاحا ما بهش میگیم پیر ریویو میشه، یعنی داوری میشه توسط همرشته های شما. سخت در این کار علم این هست که شما مورد قضاوت همرشته های خودتون قرار میگیرید. شما در واقع تحقیق کردن خودش یه سختی داره، کار علمی کردن خودش یه سختی داره، ولی اینکه نظریه شما مورد تایید دوستانتون قرار بگیره سخت ترین بخش قضیه است. در واقع اینکه نظریه شما مورد تایید همکارانتون قرار بگیره سخت ترین بخش قضیه است. به چه ترتیب این اجماع انجام میشه؟ وقتی که مقالات دیگری از طرف همکاران شما بیرون میاد، یا در تایید یا در نقد و تکذیب نظریه شما. نمونه بسیار واضحی که من میخوام مثال بزنم اتفاقی بود که پارسال رخ داد و در واقع جهان یک جوری تکون داد، برای اینکه برای یک مدتی حتی در صدر اخبار دنیا قرار گرفت، نه فقط در صدر اخبار علمی، در صدر اخبار دنیا، یعنی حتی از خبرهای سیاسی مهمتر شناخته شد. خبری بود که در 17 مارس یا به گمانم 27 اسفند ماه سال گذشته یا 26 اسفند ماه سال گذشته در خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، یک کنفرانس مطبوعاتی بسیار بزرگی توسط 3 دانشگاهی که بهترین های دنیا هستند، با دانشمندانی که شناخته شدن دانشمندان دنیا هستند، یعنی دانشگاه هاروارد، کالتک در همین پاسادینای کالیفرنیا و استنفورد در شمال کالیفرنیا، اعلام کردند که شواهد و مدارکی دال بر در واقع چین هایی که در فضا زمان رخ داده یا به ما بهش میگیم اصطلاحا امواج گرانشی یا سرلی رو مشاهده کردن که شبیه به اون دود اسلحه ای است که از شلیک شدن اسلحه ای باقی مونده. این در واقع دود اسلحه برای ما امواج گرانشی شبیه دود اسلحه ای است که از مهبانگ یا بیگ بنگ باقی مونده بود و در واقع اگر ما این رو پیدا میکردیم میشه گفت که یک سند بسیار محکمی بود برای اینکه مهبانگ یا بیگ بنگ رخ داده. اما به علت فشاری که از طرف همکاران بود، به خصوص توسط اروپایی ها، همکاران دیگرشون در دانشگاه های پرینستون، MIT و دانشگاه های دیگر آمریکا، مشخص شد که این 3 گروه بزرگ علمی در پردازش داده هاشون و تعبیر داده هاشون اشتباه فاحشی رو مرتکب شدن
و در همین ژانویه‌ای که گذشت اعلام کردند که بله ما اشتباه کردیم، هیچ نوع موج گرانشی مشاهده نکردیم و این همچنان پرسش بازی است و باید به دنبال این رفت که آیا این نهایتا این امواج رو کشف خواهیم کرد یا نه. این به نظر من بسیار نکته مهمی رو داره به ما نشون میده، اینکه صرفا ما مطلبی رو از اینکه از شخص مهمی میاد، از نهاد مهمی میاد نپذیریم، و این به نظر من زیبایی علم. من در جای دیگه متاسفانه نظیر این رو سراغ ندارم. آقای دکتر، هنوز در خاورمیانه جنگ بین علم و ایمان یک جنگ غالبه، هنوز وجود داره و ادامه پیدا میکنه، در حالی که در غرب ما شاهد یک نوع مصالحه ایم یا یک نوع نرمش انعطاف بین هر دو هستیم، هر دو در کنار هم زندگی میکنن بدونی که با هم برخورد داشته باشن. میخوام ببینم که روابط کلیسا با استیون هاپکینگ چگونه است. خب خیلی پرسش خوبی کردید. خب البته میدونید که اروپایی ها بیشتر و آمریکا متاسفانه کمتر، آمریکا حتما دوستان بینندگان میدونن، خود شما بهترش هر کسی آقای میبودی عزیز، که آمریکا مذهبی ترین کشور پیشرفته دنیاست، یعنی دیندارترین مردم دنیا در بین کشورهای صنعتی و با صاحب علم و تکنولوژی رو آمریکا در بر گرفته، در صورتی که اروپا اینطور نیست. اروپایی ها به علت اینی که خب یک دوره تفتیش عقاید طولانی مدتی رو گذروندن و واکنش شدیدتری رو هم نسبت به اون دوره نشون دادن، در دوره رنسانس در واقع بعد از اون هر سال که گذشته میشه بگیم که دین در اروپا شخصی تر شده و یک مقوله شخصی در اومده. البته بعد از 2001 یک مقداری اروپا هم به سمت مذهبی تر شدن رفت، به علت واکنشی که نسبت به اتفاقاتی که بعد از سپتامبر 2001 اتفاق افتاد. ولی حالا جالب هست بدونید که من فکر می‌کنم هنوز جنگ اصلی در خاورمیانه شروع نشده. ما به زودی شاهد جنگ تمام عیار علم و دین در خاورمیانه خواهیم بود، برای اینکه تازه موج علم داره به خاورمیانه میرسه و اونجاست که باید شاهد این جنگ تمام عیار باشیم. البته این جنگ منظورم از من جنگ فیزیکی نیست، امیدوار هم که نباشه، امیدوار هم ما مثل اروپایی ها هزینه انسانی برای این جنگ ندیم، چون در اروپا در دوران تفتیش عقاید دانشمندان بسیاری کشته شدن، زنده زنده سوزانده شدن یا زنده زنده پوست کنده شدن. امیدوارم که این اتفاقات در خاورمیانه نیفته. اما من فکر میکنم چون موج علم با تأخیر موج علم مدرن با تأخیر به اون منطقه از دنیا رسیده، ما شاهد این نزاع تمام عیار به زودی خواهیم بود. اما جالب است که بدونید در سالگرد بخشش گالیلیو گالیله توسط جان پل دوم پاپ وقت در واتیکان، که بعد از نزدیک 400 سال تصمیم گرفتن که بالاخره گالیله رو ببخشن، یکی از سخنرانان اون جلسه استیون هاکینگ بود و خود استیون هاکینگ که معروف به شوخ طبعی هست اشاره میکنه در خاطراتش که بعد از اینکه پاپ ژان پل دوم گالیله رو میبخشه، میگه من خوشحال هستم که بالاخره ما به نقطه ای رسیدیم که متوجه بشیم که حرفهای گالیله متضاد با آموزه های مسیحیت نیست و در واقع ما امروز به اشتباه خودمون پی بردیم که گالیله در واقع چیزی جز تأیید مسیحیت و به هر حال به یک نوعی وجود خداوند اشاره‌ای نداشت. و استیون هاکینگ میگه من نمیدونم که آیا ژان پل دوم هیچ تصور داشت که سخنرانی بعدی من دقیقا در رد
فرض کنید وجود خدا و مذاهب و دین از دیدگاه علمی او هست. به هر صورت در دنیای معاصر خوشبختانه، حداقل در دنیای غرب، در اروپا و در آمریکا، دوره تفتیش عقاید گذشته. یعنی حتی اگر هم واتیکان از نظریات کسی مثل استیون هاکین یا زیستشناس معروف ریچارد داوکینز خوشش نمیاد، فتوایی بر قتل این دو نفر و کسان دیگری که همچون او فکر میکنن نمیده. این یکی از اون پیشرفت هاییست که امیدوارم یک زمانی به سرزمین های خاورمیانه و مشرق زمین هم برسه. قبلا داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی نیری، استاد رشته فیزیک نظری در دانشگاه همیانانم و یار نازنین ما در زمینه مسائل علمی. آقای دکتر نیری، این الکسیس کار یه حرف جالبی میزنه، میگه وقتی علم از پس ایمان بر نمیاد تو ایمان از پس علم، این دو چاره ندارن جز این که فروتنانه همدیگر رو تحمل بکنن و به زندگی در کنار هم ادامه بدن. واقعا همینجوری که شما گفتید، آمریکا با این که حالا کشور مذهبی، شاید درست میگن مذهبی ترین کشوره، کافیست تشبیه برید به مناطق مرکزی آمریکا یا به ایالتهایی مثل کارولینا شمالی، کارولینا جنوبی، چون مدتی در بعضی دهات اینا بودم، تقریبا میشه گفت همه مردم روز یک شنبه قطعا در کلیسا هستن، قطعا، یعنی این طاعات و عبادات رو به خوبی اجرا میکنن. ببخشید آقای میبودی، من فقط در تایید حرف شما بگم که آخرین آمارها حاکی از این است که 77% مردم آمریکا روزهای یک شنبه به کلیسا میرن. 77% که این بی‌نظیره در بین تمام کشورهای مسیحی. دقیقاً درست. و در این حال اینجا پیشرفته ترین کشور علمی جهانه. این تناقض چجوری میشه توصیف کرد؟ من فکر میکنم آقای میبودی یه کار بسیار خوبی که بعد از رنسانس، و من فکر میکنم اعتبار این مسئله رو باید به بنیانگذاران این کشور یعنی آمریکا داد. بنیانگذاران آمریکا مردمانی به غایت سکولار بودن و این تفکیک رو قائل بودن که عقاید دینی هر شخص عقاید شخصیش و هیچ دخالتی در اداره دولت نباید داشته باشه. شما میبینید که هر از گاهی هم تلاش هایی که از طرف گروه های محافظه‌کار و افراطی مسیحی در آمریکا انجام میشه، همیشه توسط قضات مستقل آمریکایی به علت تناقضش با قانون اساسی آمریکا نقض شده. شما نمیتونن شما رو وادار کنن در مدارس آمریکا علارغم مذهبی بودنشون که دعای مذهبی صبحگاهی بخونین، خلاف قانون اساسی، در هر نوع مدرسه دولتی، در دانشگاه های دولتی نمیتونن از شما بخوان که شما بپرسن که شما چه دین و عقیده ای داری. میخواین برید دانشگاه خصوصی و مدرسه خصوصیتون رو بزنید، هر کسی دوست داره این کار رو انجام میده، ولی شما حق ندارید از امکانات دولتی استفاده بکنید برای فرافکنی عقاید و باورهای خودتون و شستشو مغزی دادن در واقع نسل‌های آینده اون کشور. به نظر من این یکی از دستاوردهای بزرگ آمریکا بوده که باید همگی سپاسگزار و ممنون بنیانگذاران اولیه او، مثل کسی مثل فیزیکدان بسیار معروف آمریکایی، شاید بشه گفت اولین فیزیکدان آمریکایی معروفی که در سطح دنیا شناخته شده، بنجامین فرانکلین، و کسی مثل تامس جفرسون. اینها کسانی بودند که به نظر من بسیار فراتر از دوره‌های خودشون در بسیاری از زمینه‌ها فکر میکردن، علی‌رغم همه کاستی‌های دیگری که درشون وجود داشته. کاملا درسته. دکتر نیری، یکی از چالش‌های بزرگ خود این مملکت آمریکا و همینطور برخی از کشورهای اروپایی در قرن بیستم بود، در دوران بعد از جنگ، و این قیامی که تقریبا میشه گفت قیام همگانی بود در دانشگاه‌های سراسر اروپا و آمریکا، مثلا نقش شخصیت‌های مثل هربرت مارکوز یا نمیدونم شخصیت‌های دیگری که حتی می‌رفتن بین دانشجویان در اینجا که قوغا بود، و حتی اینجا در همین نزدیکی ما شهر سانتا مونیکا گروهی از سوسیالیستا اداره این شهر رو به عهده گرفتن. هنوز هم قوانین در اینجا مثلا قوانین بسیار دقیق. میخوام ببینم که
الان وضعیت دانشگاه از چه قراره؟ خب آقای میبودی، خوشحالم امروز مباحث جالبی رو دارید مطرح میکنید. واقعیت این هست که به طور سنتی دانشگاه ها به علت اینی که کارشون نه بر اساس باورمندی که بر اساس خردگرایی بوده، همیشه در جایگاه منتقد قرار دارن و همیشه کارشون نقد حکومته. و در آمریکا، من یک بار این رو گفتم باز هم تکرار میکنم، فکر میکنم تا جایی که من مطالعه کردم، حداقل در مقایسه با کشور انگلستان و آلمان و فرانسه، استقلال بسیار بی‌نظیری دارن دانشگاه. یعنی رئیس یک دانشگاه میشه بگم از رئیس جمهور آمریکا قدرتمندتره. به چه معنا قدرتمندتره؟ به این معنا که میتونه حتی اجازه ورود به بالاترین مقام اجرایی کشور رو نده. شما در انگلستان نمیتونید مانع حضور فرض کنید ملکه انگلستان در پردیسه یا کمپس دانشگاه بشید. در آلمان همکاران آلمانی من میگفتن نمیشه نگذاش که مثلا بالاترین مقام دولتی آمریکا آلمان پا به پردیسه اون دانشگاه نگذاره. در آمریکا اینطور نیست. در آمریکا بارها بارها شما شنیدید کسی مثل جورج بوش، خانم کاندیلسا رایس که همین سالی که گذشت قرار بود که در فکر میکنم دانشگاه رادگرز در نیوجرسی سخنرانی برای فارغ التحصیلان بکنه، انقدر شورش شد در بین دانشجویان که او منصرف شد از سخنرانیش. در اوج قدرت آقای جورج بوش وقتی که رئیس جمهور بود، دانشگاه استنفورد برای او شرایطی رو به وجود آوردن که نتونه سخنرانیش رو بکنه و مجبور شد که دانشگاه رو ترک بکنه. بنابراین دانشگاه ها به طور سنتی میشه بگم که به سمت از نظر سیاسی متمایل به چپ هستن. ما میدونیم یک کسی مثل آلبرت اینشتین یکی از زیباترین مقالات رو در دفاع سوسیالیست نوشته و عنوان مقالش هم هست که چرا من یک سوسیالیست هستم. بنابراین به طور سنتی دانشگاهیان حداقل قریب به اتفاقشون میتونم یک تخمینی بزنم، شاید 90% یا بیشتر متمایل هستن به چپ، افکار سوسیالیستی دارن و این کاملا متفاوت با افکار کمونیستی که متاسفانه بعضی از دوستان اشتباه میگیرن و به این معنا همیشه منتقد دولت‌های سرکار هستن. و البته 10% هم هستن، من خودم در بین همکارام در شرق آمریکا اتفاقا کسی رو میشناختم که شدیداً در از نظر تقسیم بندی سیاسی آمریکایی در بخش راست جامعه قرار می‌گرفت، با اینکه مذهبی نبود اما از نظر سیاسی شدیداً فرض کنین طرفدار حزب جمهوری خواه بود و تنها کسی هم بود که در اون دانشکده‌ای که در اون زمان من در شرق آمریکا بودم 55 استاد دانشگاه داشت، ولی ایشون تنها کسی بود که در اون جمع به راست میزد. به هر حال در دپارتمان‌های دیگه ممکنه که در دانشکده‌های دیگه ممکنه که این نسبت کم و زیاد بشه، ولی به طور کلی در تمام دنیا میتونم بگم به خاطر اون اساس و پایه‌ای که دانشگاه‌ها بنا شده که بر اساس باورمندی نیست بلکه بر اساس خردگرایی و نقده، اصولا دانشگاه‌ها گرایششون به چپه و بدترین کار مبارزه با اینه، چون بسیاری از این دانشجوها وقتی که از دانشگاه بیرون میان بعدن تجدید نظر میکنن در عقایدشون، در زندگی بهتر دنبال پول باشن، به سمت راست میرن. اینه که سرکوب این ماجراست چه که آمریکایی ها این تجربه تلخ رو داشتن چه در بقیه کشورها از جمله در کشور خودمون ایران، به نظر من آب در هاون کوبیدن. خیلی جالب، خیلی جالب. یاد باشه متأسفانه برنامه تموم شد، ولی حتما دفعه دیگه باید بپرسم که این استقلالی که رؤسای دانشگاه دارن که حتی میتونن جلو ورود رئیس جمهور به دانشگاه بگیرن، از کجا، از کی الهام میگیرن؟ شورای دانشگاه است که این قدرت رو به رئیس دانشگاه میده، کیست؟ فکر میکنم بحث جالبی است. هفته آینده دکتر علی خیلی تشکر میکنم. ممنونم، لطف کردید، بسیار آموزنده، بسیار خوبی آقای دکتر. ممنونم، خیلی بحث جالبی بود. ممنون، خداحافظ شما.